ساختمونی که همه طبقات اجتماعی توش زندگی میکنن و اتفاقات عجیبی توش رخ میده. گلاسیا سلام. امروز بریم با هم یه فیلم های رایز رو ببینیم. یکی از فیلم‌های فوق‌العاده عجیب با پلاتیک عجیب‌تره که بر اساس یک کتاب به همین اسم هم ساخته شده. فیلمش در اون دسته‌های معناگرا و سایکولوژیکاله که باید حتما آخرش صحبت بکنیم تا بتونیم قشنگ به درکش برسیم. مثل فیلم مادر تقریبا که قبلا توی کانال گذاشتم، لینکش این بالا براتون قرار میدم. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویلر و کامل صحنه‌های قشنگش هم باشه. با شروع فیلم تعداد ساختمان میبینیم که با فاصله ای از هم قرار گرفتن و یکی از اینا تازه قابل سکونت شده. شخصیت اصلیمون یعنی لاینگ اومده که اینجا زندگی بکنه. لاینگ دکتر فیزیولوژیه و خیلی هم توی کارش خفنه. طبقه 25 اینجا هم تونسته یه ساختمان بر خودش بگیره. تمام واحدهای دیگه هم پر شدن. روز اولی که دم بالکن نشسته و داره آفتاب میگیره، یه دفعه همسایه بالاییش یه بطری آبجو میاد زمین و کنارش میشکنه. همسایه زنی به اسم شارلوت که با پسرش زندگی میکنن و همسرش ولشون کرده و رفته. الان هم داره با یکی دیگه از همسایه‌ها به اسم وایلدر رابطه برقرار میکنه. وایلدر ساکن طبقه اول این ساختمونه و بعد اینکه میره، شارلوت به لاینگ میگه که میتونی بری طبقه 20 ساختمون. برای کسایی که طبقه 20 به بالا هن یه سری امکانات خفن داره، از جمله باشگاه، ماساژ، سوپرمارکت و حتی استخر. خب لاینگ هم میره و کلی اشغال میکنه، از این امکانات بهره میبره. بعدم که میخواد بره سر کار، اول میره و زباله ها رو میخواد بره توی شوتینگ ساختمون. مونتا میبینه که یه اخطار گذاشتن و نوشتن که زباله های بزرگو اینجا نندازید. البته که لاینگ گوش نمیده و این کارو انجام میده که یه دفعه این اضافه چیه ساختمون میاد سمتش، با عصبانیت میگه این کاری که کردی الان گند میزنه به اینجا و همه اعضای ساختمونم باید تقاص پس بدن، چون دیگه نمیتونن زباله هاشون رو از اینجا بندازن پایین. به محل کارش هم که میرسه میفهمیم استاد رشته فیزیولوژیه. با یه سری از دانش آموزاش یه کلاس عملی دارن و دارن یه کالبو چکافی انجام میدن که یکی از دانش آموزا یه دفعه از حال میره. وقتی لاینگ برمیگرده به خونه، میبینه که همسایه بالای شارلوت که همون قبلتر هم دیده بودش یه مهمونی گرفته و خودش هم بهش دعوت شده. وقتی میرسه اونجا با زنی به اسم هلن آشنا میشه. هلن بارداره و همسر وایلدر، یعنی همون مردی که با شارلوت رابطه داشت، در اصل یه زن باردار داره. یه بچه دیگه هم دارن و میبینیم که وایلدر خیلی راحت با شارلوت لاس میزنه و شوخی میکنه. هلن هم این خیالش نیست و اعتراضی نمیکنه. شارلوت هم البته همچین آدم خوبی نیست. این وسط از لاینگ خیلی خوشش میاد و بی خیال وایلدر میشه و با لاینگ میره به خونش. کلا روابط این اعضای ساختمون با هم خیلی عجیب غریبه. مثلا روز بعدی شارلوت و هلن گنگاری خیلی هم با هم رفیقن و رفت و آمد دارن، میان دنبال لاینگ و ازش دعوت میکنن که بیا تو استخر رو با هم خوش بگذرونن. لاینگ هم میخواد همین کارو انجام بده، اما یه دفعه مردی کت شلواری به اسم سیمنز میاد، صداش میکنه و میگه کار خیلی واجب دارم و باید همراه هم بیاید. لاینگ هم مجبور میشه باهاش بره. با هم دیگه وارد یه آسانسور مخفی و خیلی اختصاصی میشن. میرن بالا و وقتی که آسانسور وامیسته، لاینگ از دیدن چیزی که جلوشه خوشگش میزنه. یه ساختمون و عمارت فوق العاده بزرگ که اصلا غیر ممکنه بالای همون آپارتمان باشه، ولی خب اینجا ساختنش. حتی یه حیاط و باغ بزرگم برای خودش داره. میره جلوتر و حالا با مردی به اسم رویال آشنا میشه. اینجا بالاترین طبقه ساختمونه و رویال معماری هستش که تمام این ساختمون‌های مشابه رو طراحی کرده و داره میسازتشون. خیلی جالبه که روش ساخت و قرارگیری این ساختمون کنار هم دیگه شبیه یه دست انسان میشه و قرار وسطش تون دقیقاً جایی که کف دسته یه دریاچه بزرگ بسازن. به هر حال هدف از این ملاقات اینه که رویال میگه از طبقه 25 به بالا هر کسی که بیاد و ساکن بشه یه ملاقات با من داره و منم دعوتش میکنم به یه مهمونی شام خصوصی. تو هم الان همینطوری دعوتت بکنم. در ادامه صحبتشون هم میفهمیم رویال با زنی به اسم ان ازدواج کرده که از طبقات فقیر و بیچاره بوده، ولی خب این کارو انجام داده و حالا خیلی هم با هم خوشبختن. شب شد و میبینیم که لاینگ داره با شارلوت رابطه برقرار میکنه، ولی یه دفعه پسر شارلوت یعنی توبی میاد داخل و خب فضا رو به هم میزنه. این هم میفهمیم که توبی یه پرستار داره که این پرستار هم توی طبقات اول این آپارتمان زندگی میکنه. چند روز دیگه هم خیلی عادی میگذره و میبینیم که لاینگ میخواد اتاقهای خودش رو رنگ بکنه. برای همینم هم میره به سوپرمارکت این آپارتمان توی طبقه 20 و شروع به گشتن دنبال لوازمی که میخواد میکنه. اینجا با یه شخصیت دیگه هم آشنا میشیم. جین یکی از سوپر استارهای معروف کشوره و وقتی لاینگ رو میبینه فکر میکنه لاینگ طرفدارش و میگه چیه امضا میخوای؟ اما لاینگ میگه اصلا نمیدونم تو کی هستی، من زیاد رسانه ها رو دنبال نمیکنم. بعدم میره توی صندوق و حساب کتاب میکنه و از سوپرمارکت خارج
خارج میشه. تقریبا شب شده و میبینیم که مهمونهای مختلفی دارن به این آپارتمان میان و قراره که همشون توی همون مهمونی اختصاصی صاحب و سازنده اینجا یعنی رویال شرکت بکنن. نکته دیگه هم اینه که متوجه میشیم برق طبقات پایینتر خیلی قطع و وصل میشه و اصلا یه سریاشون کلا برق رو از دست میدن. به خاطر این مهمونی خفنی که رویال گرفته هیچ کسی توجهی به اون طبقات پایین دیگه نداره. لاینگ هم با شرابی که از سوپرمارکت خریده بود وارد مهمونی میشه که میفهمه اصلا اینجا تم داشته و همه شبیه دوران قدیم لباس پوشیدن. خودش این کارو نکردن سوژه خنده بقیه میشه. یه نفر دیگه هم اینجا هست که لاینگ میشناستش. همون دانش آموزی که سر کلاس قش کرد و یارتونه، اون ساکن طبقه 39 همین آپارتمان. انقدرم قواعد و قوانین مهمونی مهمه که حتی نمیذارن لاینگ از سیگار درجه پایینی که داره یا شرابی که از سوپرمارکت خریده استفاده بکنه. دیگه قوانین میرن روی مخ لاینگ و در آخر هم مهمونی میزنه بیرون و از آسانسوری که به خاطر جریان برق درست کار نمیکنه مجبور استفاده کنه و بیاد پایین. روز بعدی میرسه. میبینیم که ساکنین طبقه پایین به رهبری وایلدر که قبلا دیدیم با شارلوت هم در رابطه بود یه اعتراضی شکل دادن. اعتراضی که به خاطر 20 ساعت قطعی برق تو این آپارتمانه، فقط به خاطر همون مهمونی که رویال گرفته بوده که البته اصلا نمیدونن رویال کی هست و تا الان ندیدنش. انگار این اتفاق بارها افتاده و دیگه این طبقات پایینی رد دادن و خسته شدن. لاینگ هم میبینه که دوباره رفته سر کارش توی همون دانشگاه و براش یه اسکن مغزی میارن. اون دانش آموزی که قش کرده بود برای اینکه خیالشون راحت بشه یه تست ازش گرفتن و اسکن مغز برای اونه. لاینگ هم میبینه که سالمه و هیچ مشکلی نداره، اما به خاطر اینکه سر مهمونی خیلی عصبش داغون شده بود و یارو خیلی باش بد برخورد کرده بود به پسره میگه بیاد داخل و بهش میگه تو تومور مغزی داری، که از اینجا میفهمیم کلا دیدگاه لاینگ به اون طبقات بالا و پولدارا عوض شده. از امروز تصمیم میگیره با طبقات پایینتر از جمله وایلدر و اعضای خانواده‌اش وقت بگذرونه. یه روز وایلدر یه مهمونی گرفته برای پسرش و خب تمام دختر پسرای همسایه‌ها رو دعوت کرده. توبی یعنی پسر شارلوت هم اومده اینجا. خیلی هم داره به همه خوش میگذره تا اینکه یه رفع شرایط عوض میشه. والدر که دیدیم چقدر از پولدارا و بالادستی ها عصبانی و به هم ریخته است، تمام پسر دختر رو دعوت میکنه که با هم برن به طبقه 30. اونجا استخر ساختمون رو برای پولداراست، ولی خب میگه بیاد بریم با هم دیگه امشب خوش بگذرونیم. همسرش هلن سعی میکنه جلوشو بگیره اما خب موفق نمیشه. وقتی والدر و بچه‌ها به طبقه 30 میرسن، میبینن یکی از این پولدارا مهمونی مهمی و لب استخر گرفته، اما خب بهش توجهی نمیکنن و میرن داخل و والدر با لبخند میپره توی آب. بقیه هم مالش همین کارو انجام میدن. همه دارن خوش میگذرونن که این وسط همچنان عصبانیت والدر خالی نشده. برای همینم هم یه رفعه سگ یکی از این پولدارا رو میگیره و زیر آب اونو خفه میکنه. یه لحظه هم میبینیم که بعد از اون قطعی 20 ساعته برق، همچنان بعضی از طبقه ها برقشون مشکل داره و مدام قطع و وصل میشه. برای همینا طبقات خیلی پایینتر بیشتر از قبل دارن دوام کنن و بحث راه میندازن. وقتی هم که والدر و بچه‌ها از استخر پارتیشون برمیگردن پایین، همه همسایه‌ها تشویقشون میکنن و یه جشن دیگه میگیرن تا این موفقیت رو بهش تبریک بگن. تو این مهمونی جدید میبینیم که والدر از یه زن دیگه حالا خوشش میاد. کلا به زن خوبش هلن انگار هیچ کاری نداره. میره طرفش رو داره باش لاس میزنه که شوهر این طرف میاد. میبینیم که این سیمونزه، یعنی همون مردی که قبلتر اومده بود دنبال لاینگ و اونو به اتاق رویال برده بود. در واقع سیمونز بادیگارد رویاله، ولی خب اونم از طبقات پایین انتخاب شده تا یه مقدار دستمزدش کمتر باشه. و هر حال بین شوهر اون زن یعنی سیمونز و والدر دعوای شکل میگیره که والدر طرفو مثل چی کتک میزنه و میذارتش کنار. همزمان با این مهمونی هم میرین طبقات بالا. همون دانش آموزی که بیهوش شده بود و حالا فکر میکنه تومور مغزی داره، لب بالکن وایساده و یه رفعه از همش میبره و خودشو میندازه پایین. این خبر به همه میرسه و لاینگ به خاطر دروغی که گفته به شدت عذاب وجدان میگیره. روز بعدی میبینیم که سیمنز دوباره پیش رئیسش یعنی رویال رفته و بهش میگه چه اتفاقی داره توی ساختمون میفته. اما رویال اصلا توجهی نداره و فقط درگیر کشیدن نقشه ساختمان‌های جدیده. میگه برای من مهم نیست، خودتون هر کاری میخواهید بکنید. هرچی بیشتر میگذره وضعیت ساختمان بدتر از قبل میشه. میبینیم که دیگه به نظافت رسیدگی نمیکنن. آب و برق طبقات پایین کاملا قطع شده، طبقات بالای تا جایی که میتونن به بقیه فشار میارن. خلاصه که هر روز همه چیز از قبل بدتره. یه اتفاق خیلی عجیبم که بعد چند روز متوجه میشیم اینه که والدر میاد دم اتاق لاینگو در میزنه، بعدم بهش میگه که هنوز کس نیامده جنازه اون دانش آموزه تو رو از جلوی در برداره. انگاری اصلا پلیس نمیاد که به اینجا رسیدگی بکنه و دلیلش به نظر چیه؟ انگاری کلا هیچ قانونی غیر از قوانینی که سازنده اینجا وضع کرده تو این ساختمون ادا نمیشه. همزمان میریم پیش سیمنز، یعنی همون مردی که والدر با زنش می‌خواست ارتباط برقرار کنه. سیمنز با طبقات بالای خیلی میپره و خب الان هم یه دوره همه شکل داد و بهشون میگه که ما باید کاری بکنیم تا علیه والدر قیام انجام بدیم.
اون اجیر از ساختمون پرتش کنیم بیرون و بتونیم به سوپرمارکت برسیم، چون انگاری طبقات پایین جلوی سوپرمارکت رو گرفتن و دیگه نمیذارن پولدارا بیان از اونجا لوازم تهیه بکنن. به هر حال وضع ساختمون خیلی به هم ریخته است، هر کسی توی هر گروهی که هستش میخواد یه کاری انجام بده و مدام تنش توی ساختمون شکل میگیره. یه سریاشون حتی دیگه سر کار نمیرن و همه تمرکزشون روی اینه که توی ساختمون زنده بمونن. چند روز دیگه یه رفیق نگهبانا و طرفدارای رویال، یعنی همون سازنده ساختمون، میرن سراغ فایلر، شروع میکنن به کتک زدنش و میگن تقصیر اون کثافتکاری و اعتراضی که تو کردی که وضع ساختمون الان به اینجا رسیده. لاینگ هم میبینین که با بچه دوست دختر شارلوت یعنی توبی رفتن به سوپرمارکت و دنبال یه قوطی رنگ تا اتاق خودش رنگ کنه، کاری که همیشه میخواسته انجام بده. میبینین یه نفر دیگه هم قوطی رنگو برداشته که حالا لاینگ هم میبینین مثل بقیه بیرحم شده، شروع میکنه به کتک زدن طرف و قوطی رنگو برمی‌داره و از سوپرمارکت میاد بیرون. همه این اتفاقا از جمله کتک خوردن وایلر توسط پولدارا هم توی سوپرمارکت داره اتفاق میفته. برای همین هم انگاری کلن دیگه همه چی رو ازش برمیدارن و میدوزن و سوپرمارکت دیگه عملا غیر قابل استفاده میشه. در آخرش هم میبینیم که سیمنز، کسی که پولدارا رو اجیر کرده بود تا وایلدر رو کتک بزنن، بیاد بدن بیجون وایلدر رو از ساختمون پرت میکنه بیرون. البته زنده است هنوز ولی فقط از کتک خوردن بیهوش شده. چند روز دیگه گذشته، میبینیم که لاینگ داره اتاقهای خودش رو با همون رنگ آبی رنگ میکنه که یه رفعه همسر وایلدر یعنی هلن به دیدنش میاد. یه دفعه هلنی که بار داره شروع به رابطه با لاینگ میکنه. کلن نگه هیچ قانون و تعهد این وسط توی ساختمون وجود نداره. ساکن ها دارن مثل حیوان ها زندگی میکنن. حتی اون زن سوپرستار پولدار که گفتم و یارتونه، اون میره توی طبقات پولدارها، میرشینه رو زمین و خودشو به اونها میفروشه تا بتونه بیشتر زندگی بکنه. ساعتی بعد میبینیم که والدر بالاخره به هوش میاد و برمیگرده توی ساختمون. حالا میبینیم که رویال هم این طبقه پایین وایستاده و داره انگاری تعمیرکاری میکنه. خب هیچ کسی هم اینجا نمیشناستش، چون تا حالا کسی قیافه رویال رو از طبقه 25 به پایین ندیده. دلیل اینکه اینجا وایستاده هم اینه که لحظاتی بعد میبینیم مامورهای پلیس میان، چون کسی بهش رو زنگ زده. اما رویال میره سمت مامور پلیس، بهش پول خیلی زیادی رو میده و انگاری کاریه که همیشه انجام میده تا یه موقع خبر اینجا به بیرون درز نکنه. رویال بعد رشوه دادن میخواد به طبقه خودش برگرده که متوجه سر و صدای میشه. وقتی میره اونجا میبینه که همسر خودش توسط یه سری از مردا داره مورد سوء استفاده قرار میگیره. رویال میره جلو و موفق میشه که همسر خودش رو نجات بده. وایلدر هم وقتی به ساختمان برمیگرده میخواد انتقام خودش رو وارد مرحله بعدی بکنه، یعنی میخواد بره هر جوری که شده سازنده این ساختمان رو پیدا کنه و یه جوری به حسابش برسه. برای همینم هم میره تو اتاق یکی از کسایی که برای رویال کار میکنه تا بفهمه که طرف کجاست و اصلا چه شکلیه. موفق میشه طرفو گیر بندازه و وقتی داره ازش اعتراف میگیره یه نکته خیلی عجیبی رو میفهمیم. شارلوت یادتونه که هم لاینگ هم وایلدر قبلا باهاش رابطه داشتن، یه پسر داشت به اسم توبی. این طرف میگه که توبی در اصل پسر سازنده اینجا یعنی رویاله. همزمان میریم به اون طرف ساختمون و میبینیم که لاین بعد رابطه با هلن یعنی همسر والدر دراز کشیدن. کسی در میزنه و هلن سریع از اتاق خارج میشه و میبینیم یکی از مردای همسایه است. به لاین میگه که من زنمو گذاشتم، هر کی میخواد هر کاری باهاش انجام بده در قبال قضا، اگه خواستی بیا استفاده کن. لاین هم میگه نه مرسی، صرف شده. بعد میره تو اتاقش. هرچی میگذره اوضاع ساختمون از قبل بدتر میشه و آشوب بیشتری شکل میگیره. یه دفعه میبینیم که والدر میره به دیدن شارلوت. رازی که در مورد پسرش توبی فهمیده رو بهش میگه و ازش میخواد که جای دقیق و چگونگی رسیدن به رویال رو توضیح بده. اما خب شارلوت حاضر نیست باهاش همکاری بکنه. والدر هم که دیگه رحمی تو دلش نمونده، شارلوت رو میکشونه تو اتاق و باهاش رابطه برقرار میکنه. مدتی بعد میبینیم که آشوب طبقات فوق العاده بالا یا حتی طبقه خود رویال هم رسیده. همشون همراه همسر رویال یعنی ان نشستن دارن صحبت میکنن و میگن هیچ غذایی برامون نمونده. به ناچار مجبور میشن که اسب ان رو سلاخی بکنن و گوشت اونو بخورن. چند سکانسی از آپارتمان میبینیم. دیگه همه چیز عوض شدن. یعنی مثلا طبقه استخر تبدیل شده به جایی که لباس ها رو توش میشورن. هر کسی با هر کسی دوست داره رابطه برقرار میکنه و این وسط سازنده اصلی یعنی رویال که میتونه به همه چیز رسیدگی کنه، بی خیال تمام اتفاقا سر جاش دراز کشیده و فقط به فکر ساختن بقیه ساختمون است. البته از این موقعیت سوء استفاده هم میکنه. کسایی که پول ندارن تا اجاره هر ماهشون رو پرداخت بکنن، میان با رویال رابطه برقرار میکنن. یه دسته خیلی کوچیکی از آدمای ساختمون همچنان متمدن باقی موندن. کسایی که اطرافیان هلن حساب میشن. مثلا وقتی که زمان زایمان هلن میرسه، بی توجه به تمام اتفاقا و مشکلاتی که بینشونه، خیلی سریع میان کمکش و با استفاده از کمک اونا موفق میشه که هلن زایمان کنه. این در حالیه که همسرش والدر حتی
کنارش نیست. وایلدر همچنان به فکر انتقامه و دوباره رسیدن به اتاق رویاله. طرف دیگه ساختمون لاینگ و دوست دختر شارلوت رو میبینیم که تا جایی که میتونن دارن از این آشوب‌ها فاصله میگیرن. برای همینم رویال دعوتشون میکنه به یه مهمونی تا شامو کنار هم دیگه بگذرونن و ایده‌هاشون رو هم دیگه بذارن. وقتی میرن اونجا هم شروع به خوردن غذا میکنن، اما ما میدونیم که این گوش که دارن میخونن برای همون اسب است. وقتی که بحث به شرایط توی ساختمون میرسه، رویال میگه که من هیچی پشیمون نیستم. به نظرم این اتفاقاتی که افتاد یه امتحان خیلی بزرگ بود تا آدم‌ها یاد بگیرن برای شرایط حیاتی آماده بشن و بتونن یه زندگی جدیدی رو شروع بکنن. من دارم با آدم‌ها یه روش زندگی جدید رو یاد میدم. با تموم شدن شام میبینیم که بالاخره وایلدر به همین طبقه میرسه. از راه مخفی میاد داخل و میبینه که رویال وسط طبقه وایساده و داره سیگار میکشه. وایلدر اصلش سمتش میگیره و میگه اعتراف کن، بگو همه چیز تقصیر تو و همه چی رو برنامه‌ریزی کردی چون می‌خواستی شاید اعضای ساختمون کمتر شد یا می‌خواستی پول بیشتری در بیاری یه جوری خودت سود بکنی. بحثشون بالا میگیره و یه رفیق رویال سمت وایلدر حمله میکنه که اونم با اسلحه‌اش شلیک میکنه و کار رویال تموم میشه. وقتی میره بیرون فکر میکنه یه قهرمانه که دیگه نابرابری رو تموم کرده. اما زنهایی که اینجا هستن، یعنی همه کسایی که حاضر بودن با رویال رابطه برقرار کنن تا توی ساختمون بمونن، یه رفیق بهش حمله میکنن. میگن تو تنها امید ما برای زنده موندن رو نابود کردی. بعدن سمتش حمله میکنن و بدون هیچ رحمی انقدر با چاقو بهش ضربه میزنن که جونش رو میگیرن. این در حالیه که توبی، یعنی پسر شارلوت، داره از دور این صحنه رو نگاه میکنه. به شکل دیگه میشه گفت توبی دید که پدر واقعی خودش، یعنی رویال، توسط وایلدر از بین رفت و حالا اون توسط زنهای دیگه این نابود شد. توی همه این آشوب‌ها لاینگ به طبقات پایین فرار میکنه و میبینه که تمام کسایی که طرفدار رویال بودن حالا نابود شدن. طبقه پایینی‌ها همشون یه انقلاب بزرگ شکل دادن و حالا تمام بالایی‌ها رو از بین بردن. اینم میبینیم که هلن بچه خودش رو به دنیا آورده و زنهای طبقات بالا از جمله ان، یعنی همسر رویال و حتی دوستای خود هلن، دیگه خیلی خوشحالن. به این بچه جدید مثل یه مسیح، مثل یه منجی نگاه میکنن و انگاری میپرستنش. دیگه همه چیز انگاری تموم شده و شرایط به حالت تقریبا بهتری داره برمیگرده که میبینیم لاینگ رفته به طبقه بالا، یعنی جایی که رویال زندگی میکرد. حالا میخواد جای اونو بگیره. شروع کرده به کار روی نقشه هایی که رویال میکشید و میخواد برنامه‌ای که اون داشت برای ساختمون های جدید رو تموم بکنه، منتها با یه شکلی که دیگه این اتفاقات این ساختمون توشون نیفته. هرچی میگذره میبینیم که لاین بیشتر با خودش حرف میزنه، با در و دیوار دعوا میکنه و انگاری داره دیوونه میشه. در آخر پسر شارلوت، یعنی توبیو، میبینیم که داره به رادیوی گوش میده. تو رادیو گفته میشه که هیچ ایالتی که کاپیتالیسم کامل توش برقرار باشه نمیتونه به آزادی برسه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. تا الان قطعا فهمیدید که توی فیلم چه اتفاقاتی داره میفته و متوجه شدید که طبقات مختلفی رو داریم توش میبینیم با دیدگاه‌های سیاسی اجتماعی متفاوت که همه‌شون میخوان با همدیگه زندگی بکنن، ولی خب مدام اتفاقات عجیبی توش میفته. اینو توی کجا میتونیم ببینیم؟ توی زمین خودمون. شما توی هر مملکت، هر کشوری که بری، یا حتی اگه بین کشوری هم مقایسهش بکنی، میبینی که دیدگاه‌های مختلف، یکی جمهوریه، یکی طرفدار کاپیتالیسمه، یکی دنبال لیبرالیسمه، یکی فئودالیسمه. هر کسی با یه طرز فکری هستش و همه سعی میکنن که خودشونو به دیگران تحمیل بکنن چون معتقدن که دیدگاه خودشون نسبت بقیه خیلی خیلی بهتره. توی این ساختمون دقیقا همین اتفاق داره میفته. یعنی انگاری این آپارتمانی که اسمش هم های رایزه، یه ورژن کوچیک شده از کره زمین خودمونه. اولین کسی که باهاش آشنا میشیم لاینگ بود که به روایت میشه گفت خط وسط این تفاوت هاست. یه آدم خیلی میانه رو، میانه گرا و هم با بالایی ها میپره هم با پایینی ها. اصلا نمیخواد توی این کشمکش ها و دعواهایی که دارن شرکت بکنه. و خیلی جالبه که میاد دیدگاه آدم میانه رو هم به نمایش میذاره. آدم میانه روی هستش که معتقده میشه دنیای خودم رو بسازم، نیازی نداری که از دیگران استفاده بکنم. برای همین هم هست که اونو در حال رنگ کردن اتاق و خونه خودش میبینیم. اون میخواد این ساختمون بزرگ، این دنیای بزرگ رو خودش به تنهایی برای خودش خلق کنه و مطمئنه که میتونه به این نتیجه برسه. البته که میدونیم که چقدر بعضی وقتا حدهای اخلاقی خودش زیر سوال میبره، شروع به کتک زدن بقیه میکنه تا بتونه اون رنگ رو بدوسه. به روایتی کسایی هستن که توی دنیا برای رسیدن به آرمانهای خودشون، برای ساختن اون جامعه ایدئالی خودشون، مهم نیست روی چه چیزهایی پا بذارن، فقط میخوان به اون هدفه برسن. حالا ما لاینگ و حد وسط داریم. طبقات بالایش وجود دارن و بالاترینشون میشه رویال، کسی که دیدگاهش کاملا با این متفاوته و معتقده که فقط باید این دنیایی که میسازیم با استفاده از دیکتاتورشی، با استفاده از زور باشه و بالاخره به نتیجه میرسه. نیاز نیست که قدرت‌های خارجی یا نیروهای قانونی رو بیاریم داخل کمک بکنن تا بخوان نظم به وجود بیارن.
دیکتاتور اینجا معتقده که اگر آدمهایی که توی این ساختمونن با همدیگه تا حد مرگ تا بجنگن، بالاخره به مرحله میرسن که میان صلح و بین خودشون برقرار میکنن. حالا وسط رو داریم، بالا رو داریم، پایین پایین میشه وایلدر، کسی که یه آدم فوق‌العاده ایدئالیسمه و به روایتی میشه گفت که دنبال روی مکتب آنارشیستیه. یعنی معتقده که باید اینجا تنش به وجود بیاد، باید جنگ بشه، باید تمام اون بالایی ها از بین برن تا بتونیم ما طبقه پایینی ها این جامعه آرمانی و این ساختمون رو بنا بکنیم، چون دیدگاه ما خیلی بهتر از اوناست و از لزومش هم همینه که حتما اونا از بین برن. هیچ اصلاحی قرار نیست اینجا شکل بگیره و باید با آنارشیست بودن همه چیز رو نابود کرد. یکی دیگه از کسایی که توی فیلم بود سیمنز بود، یعنی کسی که برای همون رویال کار می‌کردش و یه بار والدر بورد ترکوندش کلاً. به کاری که سیمنز داره انجام میده میگن اقتدارگرایی، یعنی کسی که توی مثلا یه جایی که برای یه دیکتاتور داره کار میکنه و مطمئنه که اگر همه اقتدارگرا باشن، اگه همه به اون اصلیه گوش بکنن و زیر بار زور برن، بالاخره میتونن به یه قانون‌های خیلی خوبی برسن و قطعاً نیازی که یه قدرت خیلی قوی، یه اقتداری وجود داشته باشه که بتونه این نظم به وجود بیاره. میدونم یکم اینا سختن، عجیبن، ولی باید بدونید که بتونید درک بکنید چقدر این فیلم حرف برای گفتن داره. جدا از این چیزهایی که گفتم، یه سری مکتب مختلف هم توی فیلم داره به ما نشون داده میشه و میبینیم که همشون با هم درگیرن، در حالی که انگاری همشون دنبال یه صلح و صفای کاملا مشابه میگردن، اما مدام در حال جنگ با هم دیگن. یکیش کورپوراتیسمه. کورپوراتیسم توی همین ساختمون همون کاری که رویال انجام میداد، نمیخواست که قدرت های قانونی مثل پلیس بیان داخل دخالت بکنن و کسایی بودن که پیرو این رویال بودن. به اینا میگن کورپوراتیسم. کسایی که معتقدن شرکت های مختلفی، حالا چه طرف مثلا میاد یه شرکت تجارتی داره، یکی یه شرکت نظامی داره، میگه که همه اینها باید خودشون بیان تمام نظم، تمام قوانین خودشون رو وضع بکنن و نیازی به دخالت دیگران نیست، چون ممکنه هر کدوم اینا شرایط و محدودیت هایی که در مورد قوانین مختلف داره با بقیه فرق بکنه. برای همین کسی نمیتونه بیاد اینجا دخالت بکنه، همون کاری که رویال با رشوه دادن به اون مامور پلیس انجام دادش. یه گروه دیگه که میبینیم افراد فئودالیسمن، کسایی که یعنی به ارباب رعیتی باور دارن. تمام کسایی که پیرو این رویالن میشن فئودالیسم ها. و خیلی جالبه که ما یه دونه رئیس رو داشتیم اینجا که خودش کورپوراتیسمه و افرادی که پیرو اینن همشون فئودالیستن. حالا همه اینا رو گفتم که توی فیلم به اون بحث آخرش برسیم. چیزی که حالا توی این فیلم با همون رادیویی که توبی داره گوش میکنه جنبندی میشه. به توبی داره گفته میشه که ریشه تمام این اتفاقها کاپیتالیسم یا سرمایه داریه. این سیستم اگه وجود نداشته باشه دیگه مردم با آزادی میرسن و مشکلاتشون برطرف میشه. یعنی همون دیالوگی که توبی داره رادیو گوش میکنه انگاری جوابی که توی این فیلم میخواد به ما بده. تمام این مکتبها، تمام این کسایی که توی مملکت، توی کشور هستن، فقط دارن از سرمایه داری ضربه میخورن. ولی خب به نظر من اینطوری نیستش، قطعا نظر خیلی از شما هم فرق داره و من اینا رو گفتم بهتون که درک کامل از فیلم پیدا بکنید. حالا بیایید توی کامنت های من بگید که به نظر شما چطوری میشه این نظم رو برقرار کرد، چطوری میشه که یه صلحی رو به وجود آورد بین تمام این قشرها و مکتبهای مختلف و یه جامعه واحد شکل داد که هیچ کسی با دیگری مخالفت نکنه. نیام بگم برای ما بهتر بود، میگه که برای ما بهتر بود. این به نظرم خیلی چیز جالبیه که فیلم باعث میشه شما بهش فکر بکنی و به نظرم مهمترین نکته فیلم هم دقیقا همینه. به وقتی زیاد حرف زدم، باید اینا رو میدونستیم که بتونیم راحت تر درکش بکنیم. من رفتم چند تا نقد مختلف رو خوندم که بتونم اینا رو درست بیان بکنم. قطعا هم خیلی جاهاشو جا انداختم، متوجه نشدم. امیدوارم حتما برام بنویسید، ممنونتون میشم. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم، روزتون هم گلسیه.